وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان افغانستان تحت کنترل طالبان میگوید که در روزهای 27 تا 29 اردیبهشت 1500 مهاجر از پاکستان به افغانستان به صورت اجباری برگشت داده شدند. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش هفتگی خود در مورد بازگشت مهاجران افغانستان از پاکستان گفته است که از 12 تا 18 ماه می حدود 2026 نفر مهاجر اهل افغانستان از پاکستان بازگشت داده شدند که 71% آنان کارت پی او آر داشتند. این نهاد و همچنین سازمان بین‌المللی مهاجرت پیش از این ابراز نگرانی کرده بودند که مهاجران افغانستان در پاکستان با آزار و اذیت پلیس مواجه هستند و در بازگشت به افغانستان نیز با مشکلات بیکاری و بی‌سرپناهی دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که تداوم سیاست اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان که در ماه نوامبر سال 2023 آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد، مهاجران افغانستانی مقیم پاکستان را که سالهاست در این کشور زندگی می کنند با نگرانی و مشکلات زیادی روبرو کرده است. این مسائل همچنین زمانی اتفاق می افتد که افغانستان به دلیل افزایش بلایای طبیعی و فقر نیازمندی بیشتری به کمک‌های بشردوستانه دارد و در کنار سیلاب زدگان که خانه ها، زمین و دیگر داراییشان را از دست دادند، مهاجران افغانستانی که به تازگی از پاکستان برگشتند از وضعیت خود شکایت دارند. حکومت پاکستان در مرحله اول اخراج اجباری مهاجران افغانستانی فاقد مدارک را در ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد که در این مرحله بیش از 500,000 مهاجر افغان را به افغانستان اخراج کرد. سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که از ژانویه 2023 تا آوریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشت داده شدند. محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین همراه ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای سروری، دلیل اصرار پاکستان بر اخراج مهاجران اهل افغانستان علارغم مشکلاتی که این کشور با حوادثی هم که همچون سیل دست به گریبان است چیست؟ من هم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران و بینندگان محترم این شبکه خبری. قبل از اینکه به جواب از این سوال پرداخته شود، با استفاده از این فرصت جا داره که از مهربانی و مهمان نوازی، سخاوتمندانه دولت و ملت شریف پاکستان طی این سالیان دراز که بیش از 14 می شود ابراز تشکر و قدردانی نمایم. اما در ارتباط با سوال خدمت در شود که فکر می شود که تشدید روند اخراج مهاجرین از پاکستان شامل یک سری از ترس و طمع‌های می شوند که ربط مستقیم به سود و زیان و منافع ملی پاکستان دارند. ترس به این معنا که طالبان معاهده دیورن را به رسمیت نمی شناسند و آنها تمام سعیشان را متمرکز به این امر نموده است ما چگونه بتوانیم زمینه الحاق مجدد اون بخشی از سرزمین را که در معاهده دیورند از افغانستان جدا شده او را دوباره به جغرافیای افغانستان فراهم کنند طالبان. و طالبان میخواهد با استفاده از طالبان همتبار پاکستانی خود با برانگیختن احساسات قومی و نژادی از آنها به قصد یک ایجاد پشتونستان بزرگ و با ترکیبی از ابزارهای نژادی و عقیدتی به قصد نفوذ در داخل جامعه و شدت مذهبی پاکستان میخواهند که راه را برای رسیدن به اهداف درازمدت خود هموار کنه و این امر میتواند که فراهم کننده نگرانی های موجه دولت مردان پاکستان شود. لذا میتوانیم بگوییم که دولت پاکستان با تسریع بخشیدن روند خروج مهاجرین از پاکستان میخواه از یک طرف طالبان را تحت فشار قرار بده که در سیاست های خصمانه و شرورانه خود
در قبال پاکستان تجدید نظر کنه و از جانب دیگه با این گونه اخراج های هدفمند دولت مردان پاکستان میخواه که از ایجاد تشکل های سیاسی احتمالی بزرگ مرکب از مهاجرین افغانستانی و پشتون های ساکن آن کشور جلوگیری به عمل بیاره. لذا من فکر میکنم که تمام این روی کرد از منظر دولت مردان پاکستان میتواند در حقیقت تامین کننده منافع ملی از او کشور محسوب شود. ولی با کمال تاسف باید بگوییم که در این میان مهاجرین بینوای افغانستانی قربانی سیاست های خصمانه کشور میشوند. بله، خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین.